با فرا خبر با من یماس شاوش خوش آمدید در این برنامه هفت میلیارد دلار مصرف برای مبارزه در حال پسرفت سیگار میگوید با وجود مصرف 7 میلیارد دلار تولید مواد مخدر در افغانستان بیشتر شده است بالاترین گراف کشت تریاق در طول 13 سال این به ما یک موضوع بسیار آشکار و اوریان میفهمانه که این مبارزه سمر نداشته و نیاز به تجدید نظر داره رمضان قدیروف به دنبال ابو بکر البغدادی رئیس جمهور چچن میگوید نیروهای دولت وی در تعقیب خلیفه داعش هستند سلام و وقت شما بخیر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید با وجود مصرف بیش از 7 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تولید مواد مخدر بیشتر شده است سیگار تاکید نموده که تولید مواد مخدر در افغانستان سبب فساد در دستگاه دولت تقویت گروه های عراس افغان و منبع مالی برای گروه طالبان شده است سیگار نوشته در سال 2013 میلادی 209 هزار هکتار زمین زیر کشت مواد مخدر رفته که رکورد سال 2007 را که 193 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش بوده شکسته است سیگار گفته که افغانستان همچنان بزرگترین منبع تولید مواد مخدر جهان است اما 7 میلیارد دلار پول مبارزه با مواد مخدر به کجا رفت و چگونه افغانستان مبدل به سرزمین امن قاچاقچیان مواد مخدر شد مبارز راشیدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اینجا در استیدیو و هارون امیرزاده کارشناس مسائل سیاسی از لندن با ما هستن خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز آقای راشیدی هفت میلیارد دلار پول مبارزه با مواد مخدر واقعا کجا رفته بسم الله الرحمن الرحیم موضوعی است که همواره ایالات متحده آمریکا اعلان کرده ما در طول 13 سال 7 میلیارد دلار را اگر به سالها تقسیم بکنیم حدوداً بین 450 ایلا 500 میلیون دلار در سال این مبارزه مصرف برداشته در ابتدایی که ما این مسئولیت را به گرفتم هم اعلان کردم که این مبارزه نیاز به تجدید نظر داره ما این رقمی که اعلان شده این رقم را نباید ببینیم صرفاً ما باید یک مشکلی بسیار بزرگی را به نام مواد مخدر ببینیم بارها گفته شده از جانب ما که مبارزه با مواد مخدر هم در استراتژی حکومت افغانستان و هم در استراتژی جامعه جهانی آن گونه که باید کدش مبارزه میشد شد مبارزه صورت نگرفته یعنی مواد مخدر به این پیمانه ای که امروز تهدید برای افغانستان شده تهدید برای دنیا شده اگر در پکیج مبارزه با تروریسم مبارزه با این صورت می گرفت ما امروز شاهد این موضوع نبودیم اما در مورد مبلغی که گفته شده مبلغی که در 13 سال مصرف شده شاید مخاطبین ما بعض وقت فکر میکنه در یک سال 7 میلیارد دلار مصرف شده این در 13 سال است یک دوم 7 میلیارد دلار مصرف شده برای بزنسی که در سال بین 70 الی 80 میلیارد دلار ارزش داره و با 7 میلیارد در طول 13 سال می خواهیم تقریبا 13 میلیارد دلار را از بین ببریم و این موضوع یک تناسب درش وجود نداره علاوه بر از یکی از مشکلات ای بوده که این پولها پولهای غیر اختیاری است مثلا ما به عنوان وزیر مواد مخدر نمیدانم این پول ها به کجا مصرف شده در عرصه های مختلف مصرف شده لستش، مصرفش مجرایش همگیش پیش خود دونر هست ولی توضیح داد از سیگار که در کجا به مصرف رسیده بیشتر در ظرفیت سازی برای نهادهای دولتی هزینه عملیاتی نیروهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان فراهم سازی معیشت بدیل برای دعاقین افغان پرداخت مالی به نهادهای دولتی مثال که همیش حالا به جیب دولت افغانستان ظاهرا من فکر میکنم بخش عظیم این پول در در بالا بردن ظرفیت نیروهای تنفیذ قانون ما مصرف شده چیزی که نتیجه که... عملا نداشته اه... البته ما ببینید نتیجه دلخواه ما را نداشته سال اساسی است آقای راشیدی هفت میلیارد دلار مصرف کردین اما نتیجه معکوس شد بجای اینکه کشت مواد مخدر را از بین ببرین که حالا چند برابر افزایش هم پیدا کرده اه... در ابتدای بحث شما یک کلیپ را از ما ماندین که امیگه شما رو ما میگم یعنی این مبارزه در طول اعتراف میکنین است. که این مبارزه یک مبارزه ناکام بوده؟ ما باور ما است که این مبارزه باید درش تجدید نظر شده نه امین واژه ناکامی را به کار میبرین شما هم خیلی ها میگن که این مبارزه واقعا و جدا در افغانستان ناکام بوده چیزی به نام مبارزه با مواد مخدر ببینین ما ما میخواستیم افغانستان از تریا گاری شود مبارزه صورت گرفته پول مصرف شده حکومت افغانستان هم تلاش های را انجام داده ما وقتی که این تلاش ها انجام دادیم در سال گذشته 209 هزار هکتار زمین زیر کشت تریاک بود پس اگر این مبارزه صورت نمی گرفت شاید فاجعه آمیزتر از این می بود ولی از این که فاجعه آمیزتر نمی شد افغانستان چرا بزرگترین منبی ببینید جهان است از این فاجعه م... آمیزتر چی می تونه فاجعه آمیستر... آقای راشید اجازه, اجازه که چرا نظام آمیستر... کنونی این یک مثال بزنم نظام کنونی بدتر از امارت ملا عمر در مبارزه با مواد مخدر عمل کرده این معترف شما؟ دقیقا ببینید ما بارها گفتیم که در کشوری که قانون اساسیش کشت و قاچاق مواد مخدر جرم میدانه اصلا دلیل نداره در مناطقی که تحت کنترول حکومت افغانستان است تریاک کش شده ولی حالا میشه ولی حالا میشه این یک تخطی است و ایره باید حکومت افغانستان پاسخ بگوید و در صورت که مبارزه جدی صورت می گرفت ما شاهد کشت تریاک به این پیمانه نبودیم شاید تریاک در مناطق که تحت تسلط حکومت افغانستان نمی بود بودنش یک مقدار توجیه داشت ولی ما به عنوان کسی که در این پست هستم هیچ زمان نمی پذیرم که در چند قدمی ولایت ما ولسوالی های ما پست های پلیس ما تریاک کشت باشد چرا تریاک کشت باشد ببینید ما در ابتدای که آمدوم گفتم عزم سیاسی باید در مبارزه با مواد مخدر تقویت شود حالا هم میگم امروز هم در صحبتی که ما با رئیس صاحب اجرایی داشتم در مورد مبارزه با مواد مخدر و یک ساعت پیش در جلسه ای که با آقای ماون فدتو رئیس یونیدیسی داشتم این موضوعات را مطرح کردم ببینید ما ولی حالا آقای راشیدی خیلی دیر شده برای این مسائل که بعد از 13 سال چه چنین مسائلی مطرح شود چی کنیم یعنی دیر که شده چی کار کنیم ببینید سال این, این استراتژی چرا اصلاح نشد. هر, بب... هر ای که میبینید نتیجه نمیته شما نباید بگو این دیر شده باید زود اقدام کنین برای تغییرات در او تغییرات اگر در اینجا آورده شوه این ای مبارزه قطعا نتیجه میده شما ببینید بی پولایی که مصرف شده هفت میلیارد دلار از روزی که در وزارت مبارزه با مواد مخدر به عنوان بودجه غیر اختیاری آمده در مجموع 100 میلیون دلار نشده از روز اول تا حالا بودجه ای که در پروژه هایی که وزارت مواد مخدر مصرف کرده در طول یک سال 25 میلیون دلار بیشتر در وزارت مواد مخدر از این پولا مصرف نشد از جانب امریکا البته ما بحث امریکا رو داریم او هم بودجه غیر اختیاری بوده ولی من میخوایم یک یک موضوع را خدمت شما عرض کنم ببینید ما وقتی که میبینیم تریاک در افغانستان گرافش بالاست یعنی باید باید تجدید نظر کنیم تجدید نظر در چی ای به این معنا نیست که باز ما بگویم وزیرای قبلی کار نکرده حکومت افغانستان کار نکرده نه مکانیزم مبارزه باید تغییر بخوره تغییر با چی شکل بخوره تغییر با این شکل بخوره که فسادی که حاکم در افغانستان بود این فساد در رأس مواد مخدر فرا گرفت مواد مخدر هم از جانب مخالفین مسلح هم از جانب مفسدایی که در داخل حکومت افغانستان بود هم از جانب کسایی که در جامعه تحت چتر قانون زندگی میکردن ولی, ولی اینا با مواد مخدر در واقع قانون و, و, و نظم و دسیپلین جامعه را همواره تحت تاثیر قرار میدادن لذا اینا کوشش کردن با مواد مخدر یک مبارزه عملی و مبارزه عمیق صورت نگیره و این امکان داره یعنی با تغییرات امکان داره این مبارزه بهبود پیدا آقای امیرزاده فکر میکنین چه دلیل باعث شد که افغانستان این گونه عقبگرد جدی در مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و این کشور لانی امن نشه و قاچاقچیان مواد مخدر در سطح دنیا نخست با عرض سلام با آقای رشیدی شما و بینندگان عزیز باید ارز کنم اه اه دلایل زیادی وجود داره که مبارزه ما معاد مخدر در افغانستان موفق نباشه یکی جانب بین المللی زو است که جانب داخلی است یعنی جامعه جهانی واقعا قاطعانه در مبارزه با مواد مخدر کمان گونه وعده کرده بودن عمل نکردن درست است که مقدار پول ها را مصرف کردن این پول ها هم هنوز معلوم نیست که توسط کی مصرف شده و چی گونه مصرف شده واقعیت ایسته که بازی دوگانه که همان گونه با تروریزم در افغانستان از طرف جامعه جهانی وجود داره با مواد مخدر هم وجود داره حلقات هم وجود داره در میان جامعه جهانی که از, از بین رفتن و, و نابود کردن مواد مخدر زینف نیستند یکی از اهداف اساسی جیوپلیتیک آنها استفاده از ابزارهای مواد مخدر است و تبدیل افغانستان به لانه تروریزم و همچنان به کشت مواد مخدر یکی از سیاست های جهانی است که در افغانستان پیش میرن اگر جامعه جهانی با قاطعیت و قاطعانه در این مسئله برخورد میکرد من فکر میکنم که کسانی که مرتکب تولید مواد مخدر یا تجارت و قاچاق مواد مخدر میبودن همه آنها باید محاکمه میشدن متاسفانه نشدن آقای فکر می کنین این سوالا بیشتر متوجه حکومت افغانستان میشه یا جامعه جهانی در درجه نخست که این سرزمین متعلق به مردم افغانستان و حکومت افغانستان است و اینها باید پاسخگو باشند حالا هر کاری را اگر دنیا هم کرده باید پاسخش را ابتدا از دولت افغانستان گرفت واقعا این خود درست است که دولت افغانستان در درجه اول مقصر است که با خاطر صاحبی سرزمین است اگر در درون حلقات دولت کسانی هستند که با،, با, تولید مواد مخدر آغشته هستند و در فساد آغشته هستند و،, و از مواد مخدر درآمدهای هنگفت به دست می آورند این مسئولیت باد اول به با دوش دولت افغانستان پرسید و در 13 سال گذشته ما دیدیم که حلقات از داخل دولت حتی خانواده خود رئیس جمهور آمد کرزه در متهم به این بود وقتی که تا یک سطح بالای رهبری کشور متهم در یک به این مسئله باشه شما نمیتونید دیگه افراد دیگه را مقصر بیشتر بدانید به این خاطر در مسئله شکست مبارزه با مواد مخدر افزایش مواد مخدر ام دولت افغانستان مقصرت به دلایلی که قاطعانه نداشته استراتژیش ناکام بوده با تغییر استراتژی میداد در که آقای راشدی حالا پیشنهاد میکنن و ای با در گذشته تجدید نظر صورت میگیرد و جامعه جانی هم باید تجدید نظر و سیاست های خود میکرد و روش و روی کرد که با مواد مخدر پیش گرفتن که خودشان اطراف میکنن که یکی از منابع اساسی درامد تروریزم در منطقه و جنایت سازمانده شده در منطقه هست و مافیای جهانی در اینجا کارتل های جهانی از مواد مخدر افغانستان استفاده میکنن عمل قاطعانه نکردن اگر واقعا امو حرفایی را که میزنه قاطعانه عمل میکنن صادقانه عمل میکنه هم دولت افغانستان هم جامعه جهانی ما شاید به نمیتونستیم که کاملا مواد ما خدر از بین ببره ولی میتونستیم که جلو بیشتر شه بگیریم در بعض مناطق که بعض والی ها بعض کماندان ها بعض افراد صادقانه عمل کنه مثل ولایت بلخ ما شاهد زی بودیم که مواد مقدر تانستن محفظ کنش بستلاری شکن کن کنن اما در بعض مناطق دیگه ای که از مواد مخدر به امتیازات سیاسی قومی و یا مالی از استفاده کردن یقینا که در اونجا مواد مخدر ادامه خواهد داشت و یکی از من در جاهای بیشتر مواد مخدر امروز در افغانستان تولید میشه که در اونجا ناامنی است ناامنی جنگ و تروریسم و مواد مخدر با هم از یک منبع آب میخورن آقای راشیدی چه از پاسخ شما به همه این موارد حالا اگر در یکی از نکاتی را که آقای امیرزاده مطرح کرد در سطوح رهبری در افغانستان در سطوح بلند اتهاماتی وجود داره که افراد در قاچاق مواد مخدر در کشت مواد مخدر در حمایت از قاچاقبران دست دارند اما تا هنوز دیده نشده که یکی از این افراد بلند بر مردم شناسانده شده باشه که خب فلانی دست داره در این کار به چه دلیلی؟ یکی از مواردی که مواد مخدر را زیاد کرد و مبارزه را به شکست ماجه کرد این موضوعی بود که شما از من میپرسید چرا پول مواد مخدر که بسیار اوریان بلند منزل ساخته میشه این پول چرا شناسایی نمیشه که از مواد مخدر است البته اینجا یک دلیل وجود داره که افغانستان صاحب قانون پولشویی نبود ولی حال افغانستان قانون پولشویی را بعد از مدت ها بعد از 13 سال کشوری که تولید کننده اول مواد مخدر است بعد از 13 سال قانون پولشویی را پاس میکنه این ای واقعا عجیب است حالا که پاس شده در اجرا کردن این قانون باید حکومت بسیار جدیت به خرج بده آقای راشیدی این ها را از شما زمانی مطرح میکنین که حالا سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر است تا دیروز وزیر مبارزه با مواد مخدر بودین چه کار کردین به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر در مورد موارد ببینین در روزی که ما در پارلمان گپ میزدیم برای رای اعتماد گرفتن همه این مباحثی که امروز شما مطرح میکنین ما برای, برای وکلای پارلمان این گفتم این مبارزه شکست خورده و این مبارزه نیاز به تجدید نظر است تجدید نظر ها کجاست یکی از چرا تجدید, تجدید, نظر نکردین شما به عنوان وزیر مبارزه با مواد اجازه مخدر بتهن. کار کردین اجازه چه شد تجدید نظر که باید من هشت ماه ای وزارت کار میکنم هشت ماه در بلا تکلیفی حکومت کار کردم هشت ماهی که افغانستان منتظر بود جامعه جهانی منتظر بود دونر منتظر بود از روزی که ما به وزارت آمدیم یک دلار به ای وزارت نامده و ما مس... منتظر که آلی که دلار نامده پس ما منتظر بشینیم ببینید تغییراتی که آورده شده ما پولهایی که اه اه ایالات متحده ای امریکا به افغانستان کمک میکرده این پول ها در مواد غیر ضروری مصرف میشد مواد مخدر این, این سال جای دیگه است آیا وزارت را که شما در حال حاضر سرپرستی میکنین واقعا این صلاحیت را داره افرادی را که در سطوح بلند حکومت هستند شما میگین که صاحب بلند منزل ها شدن از پول مواد مخدر اینها را لاقل بگویا ببینید دست صلا... شما به این افراد ای... میرسه واقعا این صلاحیت مربوط به وزارت مواد مخدر نیست این صلاحیت این مربوط به بزارت... بخش قضا ببینید وزارت مواد مخدر رهبری کننده مبارزه با مواد مخدر در درون حکومت افغانستان است ای به این معنا نیست که وزارت مواد مخدر خودش قاضی باشه خودش سارانوال باشه خودش بندیخانه داشته باشه باید مجموعه ولی شما بدنه فهرست حکومت از افراد را که در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند باید داشته باشین بله دارین چونی این ببینید فهرست فیرست که در حال حاضر موجود است این فیرست یک بخش بسیار کوچکی از قاچاقبرایی است که آزادانه قاچاق میکنه یک واقعیت است اما طوری که شما میبینین افغانستان 209 هزار هکتار زمین زیر کشت تریاک میره این کل قصه را برای شما میفهمانه شما پشت قاچاقبر بر با کجا میگردین کشت شده خلاف قانون کشت شده پیش روی شماست و مسئولش هم چرا نمیگیرین امین افراد را که کشت میکنن در ای کشزارهایی یکی... که شما میگین پلیس بالای کشزارها عملا در بیبرید. چند قدمیش پاسگاه داره ولی دست نمیزنه به این فساد اداری عمل نکردن به قانون داشتن منافع حتی از جانب کسایی که مسئولیتش مبارزه با با کوبنار بود سالانه از طرف ای وزارت تخریب در این مورد اشاره شما بکی است در این مورد اشاره ما به مجموعی به مجموعی ولایاتی که کشت تریاک درش بالاست ببینید اگر در یک ولایت کشت تریاک میشه به معنای عزیز که مسئولین او ولایت به وظیفه خود عمل نکرده اگر در یک ولایت تریاک صفر میشه به معنای عزیز که مسئولینش از والی گرفته تا شورای ولایتی تا قماندان امنیه تا ولسوالها به وظیفه خود عمل کرده ما در حال حاضر اجده ولایت داریم که تریاک کشت میکنه همه ولایت افغانستان تریاک کشت نمیکنه باور ما این است که اگر تعهد سیاسی آقای امیرزاده میگن بخش امتیاز طلبی هایی است که این گونه ساخته وضعیت را شما موافق هستید ما ببینید ما،, ما در صدد پنهان کردن حقایق نیستم ما برای مردم افغانستان پاسخ گوستم. مردم افغانستان حق داره یک جمله را شما گفتین جمله ای بود که ما در نشست با همه دونرها و در سازمان ملل هم گفتم نبود تریاک در گام اول مسئولیتش با ماست حکومت افغانستان باید سرزمین خود آری از تریاک کنه ولی امان گونه که مسئله تروریزم از طاقت و اوسیله حکومت افغانستان فراتر رفته مسئله مواد مخدر هم یک جنبه بسار وسیعی پیدا کرده که بدون حضور جامعه و بدون حضور صادقانه شما ببینین ما را گفتیم که چرا ایالات متحده امریکا صداش بلند شده که ما میلیارد مصرف کردیم که کشورهایی که پول مصرف کرده در رأس شایلات متحده است بعدش انگلستان است ولی مواد مخدر یک موزل جهانی است مواد مخدر افغانستان تمام کشورهای دنیا را میتونه تهدید کنه عملا در این مبارزه کسی حضور نداشته فقط تعهد سیاسی اعلان کرده و این یکی از راههایی است که مبارزه را میتونه موفق بکنه در این راستا با سازمان ملل با سفرهای کشورهای موجود در افغانستان صحبت شده و این این موضوع را آقای امیرزاده رای حل چی است؟ واقعا افغانستان میتونه از این منجلا پایش را بیرون بکشه در حالی که قرار از سال 2014 بخش زیادی از نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنند و افغانستان فکر نمی این مبدل شوه به سرزمین مواد مخدر و واقعا این پدیده بر همیش بمانه در این سرزمین؟ متاسفانه مواد مخدر از زمانی که سیاست غرب در هنگام جهاد یعنی از مواد مخدر به عنوان ابزار جوپلیتیک ایالات متحده امریکا استفاده کرد دامنگیر افغانستان شد بعد از خروج قوات های شوروی هم در افغانستان مواد مخدر باعث جلب توجه تمام مافیای جهانی شد ما فکر می کنم راه های حل برای مبارزه وجود داره یکی از یکی از راه های حل اساسی است که مواد مخدر همان طوری که وزیر صاحب یادواری کردن از صلاحیت و ظرفیت تنها یک دولت افغانستان که یک دولت خیلی ضعیف است برآمده نمیتونه یک جانب منطقوی جهانی داره و در اینجا اگر جامعه جهانی واقعا انتقاد میکنن مصرف میکنن خودشان هم عمل کنن قاطعانه و همچنان دولت نوپای افغانستان که به رهبری آقای غنیس روی کار آمده اگه اینها بخواین که سیاست و رویکردهای های آقای کرزای تغییر بدن واقعا یک حرکات پوپولیستی و عوام فریبانه را دو بگذارن به واقعا قاطعانه عمل کنن علیه بستلا فساد اداری که منبع اساسی ازی است و مسئله مجازات و مکافات در دولت افغانستان پیاده کنند این شاید باعث دیشه که جامعه جهانی هم ترغیب شود تشویق شود و, شو و صداقت در دولت افغانستان ببینند قاطیت ببینن که این کشور بالاخره رهبریش حاضر میشه که با قاطیت سرزمین خود از مواد مخدر پاک کنه و در آن صورت جامعه جانی شاید جرات از این نکنه که به تنهایی خود بازی جیوپولیتیک با مواد مخدر و تروریزم پیش ببره از این نقطه نظر چشم امید مردم افغانستان به دولت جدید است دولت اطلافی که باید صادقانه و قاطعانه عمل کنه با فساد اداری مبارزه کنه با مواد مخدر و فساد داری که با هم کاملا آغشته است با هم پیوسته مبارزه کنند در این صورت ما می با تجدید استراتژی جدید و جمعآوری کمک جامعه جهانی ما می مبارزه با مواد مخدر در افغانستان موفقانه به پیش ببریم اگر چون این چیز صورت نگیرد فقط حرکات پوپلیستی یا عوام فریبانه تحت عنوان که مبارزه با فساد اداری اینها پیش برم فکر می مواد مخدر به امتیاز قومی در جنوب و به منبه منبع درآمد تروریزم و به عیس درآمد گروه های جنایتکار و همچنین گروه های قدرتمند در دولت افغانستان ادامه خواهد داشت راشیدی واقعا حکومت جدید دست قاچاقبران مواد مخدر را در افغانستان رو خواهد کرد خواهد توانست فکر میکنین این انرژی توان عزم و اراده در حکومت جدید وجود داره؟ از بین بردن مواد مخدر در افغانستان نه معجزه میخوایم و نه یک معمای لاینحل است به طوری که مهمان محترم برنامه آقای امیرزاده صاحب گفتن مادر تمام مشکلات در افغانستان فساد بوده علاوه بر از که فساد داخلی در کشت مواد مخدر رول داشته تسلط بی اندازه مخالفین مسلح و تروریست در, در, در ازدیاد مواد مخدر رول کلان داشته ما میتونیم با چند کار اگر فساد از افغانستان کم شد قانون تطبیق شد خود به خود بخش کلانی از مشکلات مبارزه با مواد مخدر مثل بقیه مشکلات افغانستان حل با کسی که کار کردین در سمت وزیر مبارزه با مواد مخدر چه کاری باید انجام شود؟ با شکل اعتراف اگر بگوین از اون تجاربی که داشتین واقعا این مبارزه را با شکست مواجه ساخته در افغانستان اول اول دیدگاه حکومت افغانستان به مواد مخدر یک دیدگاه نزدیک به حقیقت یا حقیقی شوه نبوده این این گونه یعنی مواد مخدر به این پیمانه که تهدید است در در تفکر حکومت باید به سران حکومت ای یک دوم باید با مواد مخدر مبارزه به این شکل صورت بگیره اگر یک والی در یک ولایت با مواد مخدر مبارزه نمیکنه دیگه به حکومتش قد... و به با... با وظیفهش ادامه داده نتانه اگر بر ما ثابت میشه که یک قماندان امنیه در کشت مواد مخدر یا چراغ سبز نشان میته یا حمایت میکنه یا دستش در قاچاق دراز است او نباید حاشیه امن داشته باشه موضوع دیگه ای است که باید جامعه جهانی در این مبارزه سهیم شود در حال حاضر که ما گپ میزنیم جامعه جهانی به این ضعف پی برده خودشان اعتراف کرده که ما در این مبارزه حکومت افغانستان را تقریبا تنها گذاشتیم یا فقط کشورهای محدودی در اینجا آمدن پول مصرف کردن مثل امریکا و انگلستان و آیا اون فرستایی که پیشتر از این گفته شده بود که فرستایی از قاچاقبران بران مواد مخدر در افغانستان وجود داره اونها افشا خواهد شد در حکومت من جدید که حکومت جدید با جدیتی که برای تامین عدالت به خرج با همین جدیت در عرصه مبارزه با مواد مخدر اقدام کنه تا قاچاقبران زمینداران بزرگی که تریا کشت میکنه اینا در سنگ قانون قرار بگیره مبارز راشیدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر اینجا در استیدیو و هارون امیرزاده کارشناس مسائل سیاسی از لندن سپاسگزارم از شما در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید خدا رمضان قدیروف رئیس جمهوری خودمختار چچن واقع در شمال قفقاز در روسیه بر رسانه ها گفت که نیروهای امنیتی دولت او در تعقیب بغدادی خلیفه خودخوانده داعش هستند زیرا وی پس از آخرین خطابش ناپدید شده است به گزارش العربیه قدیروف گفت آنها در تعقیب وی هستند تا ماهیتش را برای جهان آشکار کنند زیرا او جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست و باید به خاطر قتل عام مسلمانان عذرخواهی کند قدیروف پیشتر گفته بود دیوید پترایس رئیس پیشین سازمان سیا ابوبکر البغدادی را برای همکاری استخدام کرده است قدیروف به خبرنگاران گفت ما می توانیم مانع نفوذ داعش در میان جوانانمان شویم اما مشکل این است که هر کس به اینترنت دسترسی داشته باشد می تواند به تبلیغات این گروه گوش دهد به همین دلیل قدیروف با کسانی که خواستار قطع اینترنت در جمهوری چچن و دیگر جمهوری های عضو روسیه فدرال هستند هم صدا می شود این در حالی است که بسیاری از شهروندان جمهوری های قفقاس از جمله چچن در صفوف داعش مصروف نبرد هستند.